صفحات اخبار، انتشار شاخص قیمت مصرف کننده امریکا، اجبار اپل به کاهش تولید آیفون، افت بازار سهام، نجات بحران انرژی توسط پوتین، هشدار سازمان اطلاعات انرژی در مورد نیازهای سرمایه گذاری و برنامه یک بانک سوئیسی برای مشتریان ارز دیجیتال. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما میرسانم. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری فورسکیلز. امروز چهارشنبه 13 اکتبر 2021 برابر با 21 مهر ماه 1400 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم. مشروع اخبار، انتشار داده‌های CPI بعد از اظهار نظر انتقادی بوستیک در رابطه با تورم موقت. داده‌های تورم ایالات متحده برای ماه سپتامبر منتشر شد و در حد سالانه 5.4% در مقابل انتظارات 5.3% رشد کرد. اعداد اصلی همه نزدیک به انتظارات هستند، اما انتظارات تورمی تشدید شده است. رشد دستمزد عامل اصلی تورم است و این چیزی است که در گزارش حقوق و دستمزد غیر کشاورزی نیز مشهود بود. انتقادهای ناشی از تورم روز سه‌شنبه شدیدتر شد، زیرا رافائل بوستیک رئیس بانک فدرال آتلانتا گفت که واژه گذرا عنوان مورد علاقه جرمی پاول رئیس فدرال رزرو برای تورم امسال به یک کلمه کثیف تبدیل می شود. سایر تحولات کلان در ایالات متحده طی 24 ساعت گذشته مثبت‌تر بوده است، با اعلام اینکه محدودیت‌های کووید 19 برای عبور از مرز با کانادا و مکزیک برداشته می شود، در حالی که مجلس نمایندگان نیز تشریفات مربوط به تعویق انداختن سقف بدهی‌ها را تکمیل کرد. اجبار اپل به کاهش تولید آیفون، تولید کارخانجات منطقه یورو ضربه خورد. اختلال در زنجیره تامین که تورم امسال را ایجاد کرده است مدتی وجود دارد و در کوتاه مدت پشتیبانی می شود. همچنین بلومبرگ گزارش داد که اپل در حال آماده شدن برای کاهش بیش از 10% تولید مدل های جدید آیفون 13 خود به دلیل کمبود قطعات است. در واقع مشکلات از سمت شرکت‌های برادکام و تگزاس اینسترومنتس است که نتوانسته حجم لازم تراشه‌ها را تأمین کند. همچنین تولیدات صنعتی منطقه یورو در ماه آگوست 1.6% کاهش یافت و به زیر سطح قبل از همه‌گیری رسید، زیرا خودروسازان منطقه به شکل ویژه‌ای از کمبود تراشه آسیب زیادی دیدند. این مشکلات مانع از پاسخگویی صنعت صادرات چین به تقاضای جهانی نشد، در حالی که هنوز با سیاست‌های مالی محرک رو به افزایش صادرات چین در ماه آگوست با 28% افزایش نسبت به سال قبل بهتر از انتظارات 21.6% رشد کرد. افت بازار سهام شروع فصل گزارش‌های درآمدی با جی پی مورگان و بلک راک. قول‌های سرمایه گذاری جی پی مورگان و بلک راک فصل انتشار گزارش درآمدهای سه ماهه سوم را آغاز می‌کنند، در حالی که بازار سهام با نگرانی در مورد خروج محرک‌های فدرال رزرو با بزرگترین عقب نشینی خود در ماه‌های اخیر روبروست. شرکت بلک راک از لحاظ درآمد 10% بهتر از انتظارات عمل کرد که نشان دهنده یک جریان ورودی سهام است که باعث شد سهام در ماه آگوست به بالاترین حد خود برسد. دلتا ایرلاینز و فرست ریپابلیک بانک نیز قرار است گزارش‌های خود را منتشر کنند. در اوایل امروز نشانه‌هایی از قدرت در دو بخش بسیار متفاوت مشاهده شد. اولی در شرکت تخصصی نرم‌افزار SAP و همچنین شرکت لوکس فرانسوی LVMH که هر دو پس از بروز رسانی درآمد افزایش یافتند. در بازار امروز داو جونز 0.4% و S&P 500 0.1% کاهش یافتند، در حالی که شاخص نزدک 0.4% رشد کرد. همچنین شاخص های بازار سهام اروپا همگی مثبت بودند و در بازار ارزها نیز دلار نیوزیلند قوی ترین و دلار امریکا ضعیف ترین بود.
اقدام به نجات بحران انرژی توسط پوتین باعث افزایش روی می شود. انتظار می رود که ولادیمیر پوتین در سخنرانی مهم خود در یک کنفرانس انرژی اقدامی تازه برای تأمین گاز در اروپا انجام دهد. اوایل روز چهارشنبه خبرگزاری ها به نقل از معاون وزیر انرژی روسیه گفتند که این کشور آماده سازی برای فصل گرمایش زمستانی خود را در 1 نوامبر کامل می کند. پس از آن باید گاز بیشتری برای صادرات به اروپا در دسترس باشد. با این حال برای برخی این اتفاق دیر خواهد بود. متخصص فلزات نیرستار گفت که به دلیل افزایش سریع هزینه های انرژی 3 کارخانه ذوب اروپایی خود را متوقف میکنند. از آنجایی که نیرستار یکی از معدود تولید کنندگان روی تصفیه شده در منطقه است، معاملات آتی روی در لندن 3.7% دیگر افزایش یافت و به بالاترین حد در 3 سال گذشته رسید. استراحت قیمتی نفت، سررسید داده های API، هشدار سازمان اطلاعات انرژی در مورد نیازهای سرمایه گذاری. قیمت نفت خام اندکی کاهش یافت، اما پیش از انتشار اطلاعات هفتگی موجودی مؤسسه نفت امریکا بالای 80 دلار در هر بشکه باقی ماند. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که ذخایر نفت خام هفته گذشته 140,000 افزایش یافته است که سومین هفته متوالی افزایش را نشان می‌دهد. در بازار امروز قیمت نفت خام امریکا به 80.50 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت برنت با کاهش 0.2% به 83.18 دلار در هر بشکه رسید. در جای دیگر آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که جهان به اندازه کافی برای سوخت‌های فسیلی یا تجدید پذیر سرمایه گذاری نمی کند تا از بحران‌های آینده انرژی و آب و هوا جلوگیری کند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدید پذیر نیاز است 3 برابر شود تا هدف پاریس برای محدود کردن میانگین افزایش دما محقق شود. بانک سبا برنامه ای را برای کاربران به منظور کسب درآمد از رمز ارزها راه اندازی می کند. مشتریان مؤسسه مالی مستقر در بانک سوئیس به نام سبا به زودی می توانند از دارایی های رمز ارز خود سود ببرند. در اعلامیه 13 اکتبر بانک سبا گفت که سرمایه گذاران می توانند از خدمات وامدهی بیت کوین و اتریوم برای بازدهی بهتر به عنوان بخشی از برنامه خود استفاده کنند. این بانک بر ارائه دارایی‌های دیجیتالی تمرکز دارد، روند کار خود را برای ادغام پشتیبانی از سایر رمز ارزها برنامه‌ریزی کرده است. گیدو بولر مدیر عامل بانک سبا گفت با افزایش علاقه مؤسسات به دارایی‌های دیجیتالی، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به این دارایی‌ها و کسب خدمات مانند سهام، دیفای و وام متمرکز رمز ارز دارد. او گفت مؤسسات قادر خواهند بود علاوه بر اعطای وام متمرکز از طریق برنامه‌های تأمین مالی غیر متمرکز یا دیفای بازدهی کسب کنند. در بازار رمز ارزها امروز بیت کوین با رشد 1.6% در محدوده 56,250 دلار قرار داشت و اتریوم نیز با 0.8% رشد در حوالی 3,500 دلار معامله شد. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی وبسایت خبری ما را با آدرس www.tradepressklips.com دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، فرخنده و پیروز باشید.